خانم ها و آقایان سلام بر شما، سلام گرم و صمیمانه من رو از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران بپذیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در برنامه آرشیو هستیم. آرشیو رزومه، کارنامه و نگرشی است به سالهای گذشته غربت نشینی ما. مایی که تن به غربت دادیم، ما که عزم وطن کردیم و به خارج آمدیم، در اینجا زندگی کردیم و بسیاری از شما که در داخل ایران هستید فکر کردید که خب اونهایی که به خارج رفتن الان در پر قو زندگی میکنند و شب ها بر روی پر قو میخوابند و صبح ها بر آسمان ها پرواز میکنند و و و و بسیار خوشبینی هایی که بود و شاید هنوزم هست. اما غربت برای بعضی ها شد نقطه پایان زندگی، نه مردن. البته در طول چند سال گذشته ما بسیاری از عزیزانمون رو از دست دادیم، اما بسیاری که به خارج آمدند متوقف شدند، یعنی اون اعتماد به نفس خودشون از دست دادند و متاسفانه رفتند و در کنج خانه های خودشون مشغول شدند و بودند کسانی که آمدند و از صفر شروع کردند و امروز برای خودشون، برای خانوادهشون کسی هستند. ببینید، من راجب ثروت صحبت نمی کنم، من راجب پول صحبت نمی کنم، راجب درباره نفس زندگی صحبت میکنم، در رابطه با اینکه یک انسان وقتی که اعتماد به نفس داشته باشه، وقتی که سقوط میکنه میتونه از تجربه سقوطش سعودهای بسیاری رو در زندگیش حاصل کنه. اما بعضی ها این اعتماد به نفس رو پیدا نکردند و متاسفانه در خاموشی نشستند و بعضی دیگر آمدند و به هر حال این در رو پیدا کردند و به روشنایی خودشون رو رسوندند. برنامه‌های تلویزیونی میدنایت شو پنجمین روز هفته و امید ایران شد نگرشی از فعالیت‌ها و دردها و خوشبینی‌ها و خوشی‌ها و زیبایی‌ها و زشتی‌های جامعه ما در غربت. و حال با چنین برنامه‌ای هر هفته به منازل شما که در سراسر دنیا نشسته اید و از این تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنید که در هر جای دنیا که هستی تصاویر ما رو ببینید که در اون زمان نبود، حال این آرشیو می تواند باشد برای بسیاری از شمایی که نظر و عقاید متفاوتی در رابطه با خارج داشتید و در رابطه با اشخاص. این هفته با سوسن خواهیم بود، چرا که هفته گذشته مصادف بود با ششمین سال درگذشت سوسن، خواننده مردمی، خواننده‌ای که با انتخاب مردم به روی صحنه آمد، خواننده‌ای که نه رسانه‌ای، نه تلویزیونی، نه رادیویی، نه روزنامه‌ای، نه حکومتی، نه دولتی، نه انجمنی، نه شخصی، نه پولی پشتوانه او بود، بلکه این خود سوسن بود که آمد و در قلوب مردم ایران جا گرفت و سوسن شد خواننده مردمی. وقتی که میگیم خواننده مردمی، درجه بسیار بالایی برای یک خواننده به شمار میاد، چرا که زمانی که مردم بدون هیچ شرطی خواننده ای رو انتخاب کردند، ببینید این خواننده خارج از صدای خودش شخصیت و مرام و اون لوک و اون انسانیت خودش بوده که تونسته در دل مردم خودش رو جا بده که به عنوان یک خواننده مردمی انتخاب بشه. در سال 1988 بود، یعنی 22 سال قبل بود که در برنامه تلویزیون میدنایت شو من با سوسن مصاحبه ای داشتم. سوسن درست نزدیک به یک هفته بود که به لس آنجلس آمده بود و در کاباره تهران برنامه‌اش رو آغاز کرده بود و چه خبر، چه شور و قوقایی، چه هیجاناتی. سوسن آمد، خواننده مردمی آمد و این کاباره تهران بود که هر شب با میزهای رزرو شده جمعیتی از بسیاری از ایرانیانی که در آمریکا حتی بودند رو در خودش جا می‌گرفت تا صدای خواننده مردمی خودشون رو که سوسن باشه بشنوند.
روزهای قشنگ و زیبایی بود، اما با وجود اینکه سوسن به آمریکا آمده بود، وقتی که با او به گفتگو نشستم دیدم که او درد بزرگی دارد. درد او دوری از وطن بود، چرا که سوسن به واقع عاشق ایران بود و تا آخرین لحظه زندگی خودش از ایران سخن گفت و در آرزوی بازگشت به ایران بود. نگاهی داریم به صحبت‌های سوسن ابتدا در برنامه تلویزیون میدنایت شو در سال 1988. اولا به شهر ما لس آنجلس خوش آمدید. خیلی متشکرم. میشه بفهمید که در چند سالگی برای اولین بار به طور حرفه‌ای آواز خوندید؟ نه. و ترانه‌ای هم که خوندید اسمش چی؟ 13 سالگی شروع کردم به خوندن. شروع کردم از کوچیکی، آهنگ جام دست بود، یکی از این موسیقین‌های معروف اون موقع تهران به من داده بودن. از اون موقع دیگه حرفه‌ای شد. چند سالتون بود؟ 13 سال. به تشویق چه کسی خواننده شدید شما؟ به تشویق مردم، چون یک کلاب می‌خوندم، مردم خیلی خوششون میومد از صدای من. چند موزیسین هم باعث شدن که گفتن صدات بد نیست. البته به نظر اون من شروع کردم خوندن و کم کم نگاه کردم اصلا خود به خود حرفه‌ای شدم. میشه بگید که میشه یه مقدار خیلی قطعه کوچک از اولین آهنگ اگه یادم باشه؟ من جام دست اینانم، جوانی شد بلای جانم، در این جهان یاری ندارم، من با کسی کاری ندارم. یادم نیست که باید ببخشید. میشه بگید چه انگیزه باعث شد که شما ایران رو ترک کنید و به آمریکا بیایید؟ من خیلی صبر کردم. من اون موقع لس آنجلس بودم، بعد همینجا پیش آقای احمد مسعود کار میکردم. زمانی؟ چند سال پیش، اول انقلاب بود تو ایران. بعد تصمیم گرفتم برم ایران به علالی. رفتم ایران، ازدواج کردم، یه چند سال شمال زندگی میکردم. بعد که متارکه کردم با شوهرم، گفتم میخوام برم، چون چند دفعه گرفتار این حوادث نمیدونم کمیته بازی و این چیزا شدم. برای شوهرم درد سر درست کردم، من تصمیم گرفتم که بیام. آمدم رفتم گذرنامه، گفتن هی گفتن برای 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه بیا. من خلاصه بهم ندادن، آخر بهم گفتن ممنوع خروجی. من تصمیم گرفتم که بیام و فکر میکردم که یک زمان برسه من لس آنجلس باشم. فکر میکردم که یا میرم ترکیه یا میرم مکسیمالش دیگه انگلیس، دیگه فکر میکردم برسم به اینجا. حالا که به لس آنجلس اومدید، لس آنجلس رو چطور میبینید؟ لس آنجلس از این یک جهت متاسفم که هموطنامو اینجا میبینم، اونای دوست دارن بیشترشون توی مملکت خودمون باشن. از یک طرف خوشحالم که لااقل اینا هستن که من بتونم ما بینشون زندگی بکنم و وقتی میبینم برای من دست میزنن واقعا خوشحال میشم. بازم احساس همون ایرونیگری و اون تشکیلات رو میبینم اینجا. زمانی که به اینجا اومدید آیا تهران رو فراموش نکردید؟ نه خیر، هنوز گاهی شبا گریه میکنم به یاد تهران. شما یکی از معدود خوانندگانی هستید که توسط خود مردم به روی کار اومدید و به شهرت رسیدید. مردم رو تا چه حد شما میتونید در موفق بودن خودتون سهیم داشته باشید؟ من اصلا هر چقدر که اگر موفق باشم یا بودم، همش برای مردم، مردم باعث شدن. من هیچی از خودم فکر نمی‌کنم داشته باشم جز یک صدای خیلی کوچیکی. مردم باعث شدن که من شدم سوسن و من الانم عرض کردم من به خاطر مردمه که اینجا راحت یک کم دارم زندگی میکنم. اگر این مردم منو باز دوست نداشتن یا منو فراموش کرده بودن، من فکر میکنم که یک حالت دیگه ای داشتم. یه روز فکر میکردید که خانم سوسن باشید و برای چند صد نفر یا هزاران نفر بخونی و هزاران نفر تو رو تشویق کنه؟
من از کوچیکی چون علاقه داشتم به خوندن همیشه پیش خودم فکر میکردم و گفتم من باید به جایی برسم که مثل خانم دلکش برام دست بزنن، چون من خیلی علاقه داشتم به صدایشون و تلاش کردم همینطور بی خودی. مردم منو دوست نداشتن، منم برای مردم خیلی تلاش کردم، از خیلی چیزا گذشتم، از خیلی لذات زندگی، از خیلی پوانایی که برای من غیر از خوندن بوده، از خیلی چیزا گذشتم که چون مردم دوستم داشته باشن. و وقتی که فهمیدم مردم دوستم دارن، این علاقه مو بیشتر نشون داد و من سعی کردم که مردم رو راضی نگه دارم و براشون بیشتر بخونم، سبکی که دوست دارن براشون بخونم. هیچ وقت خودم دوست ندارم عوض کنم و هیچ سبک دیگری رو دوست ندارم بخونم، چون من مردم رو در این شکل شناختم که این جوری منو دوست دارم. شما دوست داشتید که یک روزی دلکش بشید، درسته؟ البته من کوچکتر از اون. آیا فکر میکنید واقعا دلکش شدی؟ نه خیر، هیچ وقت فکر میکنم من خیلی کوچکتر از اون. البته من کوچکتر از اون. آیا فکر میکنید واقعا دلکش شدی؟ نه خیر، هیچ وقت فکر میکنم من خیلی کوچکتر از اونم که بشم دلکش. خودتون رو در چه جایی از موسیقی ایران میدونید؟ من چون بزنید ساده تر بگم. من نمیخوام. نه بزنید ساده تر بگم. تا چقدر خودتون رو قبول دارید؟ من خودم رو اونقدر قبول دارم که وقتی روی سن کاباره یا تئاتر یا هر جا هستم، خودم رو بی نیازترین آدم ها میدونم، چون میدونم مردم اونی که میخوان من براشون میخونم. خودم رو خیلی بزرگ حساب میکنم. چرا؟ چرا اینکه میدونم مردم صدام رو دوست دارن. در این حد خودم رو میدونم. البته حمله بر خودخواهی نباشه، اینطوری هم وقتی که رو استیج هستم فکر میکنم تمام دنیا مال منه، فکر میکنم همه به خاطر من اومدن یا همه صدای منو فقط دوست دارم. من اینجوری فکر میکنم. حالا خودخواه نیستم، ولی از استرج که میرم پایین، از سن میرم پایین، خودم و همه آدم بدبختی که هستم هستم. چند ساله که میخونید شما؟ من خیلی وقته، من از 13 سالگی الان 38-9 سالم هست. 39 سالم هست. یعنی حدود 20 خورده‌ای سال هست که میخونید. 6-7 ساله بیشتر. شما تو این مدت آیا طعم شکست رو هم شنید؟ شکست؟ فراوون همین رو عرض کردم که
گفتم من به خاطرشون از خیلی چیزا گذاشتم و به خاطرشون از به خیلی چیزا دست دادم یا به دست آوردم. شکست فراوان در مقابلش دوست داشتن مردم خونسا میکنه اون شکستا رو. آیا فکر میکنید که شکست یک هنرمند دلیل بر اینه که مردم دیگه اون رو قبول ندارن، از صداش خوششون نمیاد، یا میتونه مسئله دیگه ای باشه؟ من نمیگم که یک هنرمند تا آخر چه میدونم اون خدا باید بخونه، نه، حدی داره خوندن، مردمم حدی داره شنیدن صدای اون خواننده رو، نه اینکه تحمیل بشه به مردم یا به خواننده. مثلا وقتی یه موقع میشه که آدم اصلا نمیتونه حتی 10 دقیقه بخونه، این نیست. شکست در همه چیز است. یه وقت هست توی خانوادگی آدم یک چیزایی پیش میاد که واقعا شب که آدم میاد بخونه نمیتونه، نفسش در نمیاد، اون یه نوع شکسته. یه نوع شکستش هم اینه که من برم یک آهنگی رو تمرین بکنم بیام بخونم به صورت یک آهنگ تازه برای مردم، از همه چی بگم بیام بخونم، بعد مردم مثلا خوششون نیاد، زیاد تحویل نگیرن آدم، این یک شکسته. یا اینکه شب آدم میاد بخونه یا یه جای مهمون آدم بخونه، مردم آدمو تحویل نگیرن، اینم یک شکسته. منتهاش بیشتر ماها به رومون نمیاریم. آیا فکر میکنید تو سبک خودتون خواننده ای میتونه بیاد یا تا به امروز اومده که بیاد جای شما رو بگیره و بگن مثلا از سوسن بهتر میخونه؟ نه، من ببخشید بازم حمله بر خودخواهی نباشه، من هیچ کسو به سبک خودم قبول ندارم. هر کس برای خودش یک سبکی داره، یک میزانی داره صداش، یک دوستداران دیگه داره، یا اینکه یک جوری دیگه میخونه یا کلاس دیگه داره. من توی کلاس خودم و توی سبک خودم کسی رو ندیدم هنوز مثل من بخونه. آیا فکر میکنید که، یعنی من از عمق دلم میخونم، میدونید چطور میگم؟ از این جهت میگم من نمیام بخونم بگم پولو بگیرم برم. میدونید دستتو از سرم بردار، خیال نکنه که سنگی زیر پاهار، اینی یه دل قشنگی زیر پاهار. دلم مثل برگ گل پاکه، تلای بیمنت از خاکه، نکن له اونو بیر اون قلم هار، نمیخوام وعدی امروز و فردار، نکن له اونو بیر اون قلم هار، نمیخوام وعدی امروز. خواننده مردمی، وقتی یک هنرمندی احساس کنه که خواننده مردمی هست، میگه وقتی که میرم روی صحنه، خوب گوش کنید، وقتی که میرم روی صحنه خودم رو بی‌نیازترین کس میبینم. یعنی چی؟ یعنی که انقدر عشق شما مردم و حمایت و تشویق‌های شما مردم برای من بالاست که میتونه بالاتر از ثروت‌ها و پول‌ها و مقام‌ها باشه. اونجا من خودم رو بالاتر از همه می‌بینم. من خودم رو خوشبخت‌ترین آدم‌ها می‌بینم. این از زبان هنرمندی است که با دل‌های مردم به روی صحنه آمد و با دل‌های مردم و با اشک‌های پاک مردم به خاک سپرده شد. خانم سوسن، شما یکی از همدوره‌های آغاسی هستید، یعنی در یک زمان گویا با هم پا به میدان رقابت هنری گذاشتید، درسته؟ بله. آغاسی رو
به عنوان یک همکار، به عنوان یک رقیب، بله، تا چه حدی شما قبولش دارید و در اون زمان به خصوص در سالهای قبل تا چه حدی تونست جلوی پیشرفت شما رو بگیره؟ جلوی پیشرفت منو؟ آها، فکر نمی‌کنم هیچ وقت نتونست بگیره؟ اصلا. آیا در بازار رقابتی که بین شما و آقاسی بود اصلا ما رقیب هم دیگه موفق بودید؟ آیا بعضی موقع ها موفق بودید؟ نه، من تا زمانی که خودم میخوندم همیشه خودم رو موفق دیدم، هیچ وقت اونطور نبوده که آقاسی رقیب من باشه. آقاسی گفتم هر کسی برای خودش یک سبک و یک جور طرفدار داره. آقاسی اونطوری میکرد، من صاف وای میسادم میخوندم. فرق من و آقاسی یه جوری دیگه بود، اصلا اینطور نبوده. درسانی ما با هم خیلی دوست و همکار همدیگه بودیم، هیچ وقت با هم رقیب نبود، برخلاف اون چیزی که بعضی ها فکر اصلا میکرد. اینطور نیست. خانم سوسن، اینجا رو از نظر یک میدان رقابت هنری تا چه حدی میبینید؟ من عرض کردم که من رقیب ندارم. نه، ممکنه به خاطر محدود بودن محیط کاری که در اینجا خب هست. اینجا باید یک مقداری آدم باید خودشو بسنجه با محیط، چون اینجا محیط ایرانی اونجور که مملکت خودمون نیست که اون انتظارات و اون توقعات ما داشته باشه. اینجا یه مملکت خارجه و کلاب کم، اینجا ایرانی کمتر از خب معلومه ایران نیست که من اون توقع رو داشته باشم، و همین که این طور هست این برای من خیلی من راضی میکنه، چون من توقعی ندارم آرزو داشته باشه. ولی من دوتا آرزو دارم، یکی برگردم به مملکت خودم، مملکتم صلح صفا بشه، همه برگردیم. دومیش این که سلامت باشم. شما در این چند سالی که در ایران بودید بل. از موسیقی خارج از کشور به دور بودید، درسته؟ بله. آیا موسیقی ما در این چند سال، حتی موسیقی هایی که به سبک شماست، مورد پسند شماست، آیا نسبت به زمانی که، یعنی قبل از سال 79، آیا پیشرفت کرده یا متاسفانه فقط؟ نه خیر، اصلا سرصدایی از موسیقی سبک من نیست، مگه اینکه مثلا گاهی یک نواری بیاد به ایران، همون خواننده هایی که اینجا تشریف دارن اونا مثلا خونده باشن، وگرنه من یعنی اون حتی استودیویی که نوار میرن ضبط میکنن اونجا رو بستن، هیچ ما نمیتونیم که بریم یک آهنگ جدید یا مثلا فلان. به این دلیل که من نتونستم اونجا آهنگا رو آوردم اینجا بخونم. نه، سوال من این بود که آیا موسیقی که شما از اینجا شنیدید در ایران آیا نسبت به قبل از سال 79 پیشرفت کرده یا خیر؟ نه خیر. ببخشید، حالا ممکنه بعضی ها بگن مثلا سوسن چون اطلاع نداره از موسیقی، ولی به نظر من افت کرده موسیقی ما، موسیقی ایرانی نمیتونه باشه. خانم سوسن، چه برنامه های از نظر آهنگ و ترانه هایی که میخواید بخونید در آینده دارید؟ بله، یه چند تا آهنگ هست که در حال تمرینه به همون سبک خودم، انشالله که بتونم در آینده بتونم که آهنگای تازه بهتر اینا بخونم که شاید بازم خدا بخواد مردم رو راضی نگه دارم. خانم سوسن، به نظر خودت تا چند سال دیگه میتونی واقعا مثل سوسن حالا بخونی و مردم شما رو دوست داشته باشی؟ اون باید خودم حس میکنم چه وقت مردم منو دوست ندارن و چه وقت دوست دارن. وقتی اون به مغز من فرو بره، یعنی اون احساسو پیش خودم بکنم، دیگه از اونا نیستم که خودم رو زوری تحمل کنم، خودم دیگه نمیخونم. ولی فعلا که خیلی آرزو دارم تا خیلی مونده بخونم. حالا فکر میکنید که اگه یک روز به ایران برگردی بله باز هم میتونی مثل گذشته همون ترانه ها و همون سبک ها رو بخونی و مردم قبول کنن؟ فکر میکنم بتونم، چون ایرانم که بودم اگر یک کسی یه مهمونی داشت اول منو دعوت میکرد. خب دوست داشتن دیگه.
خب الانم منتظرم که من یک آهنگای بخونم بلکه به گوشون برسه و این کارو میکنم. در اینجا هیچ رقیبی برای خودت نمیبینی نه؟ نه اینجا اصلا هیچ کس رقیب نداره، هیچ کس برای هیچ کس، چون همه باید کار کنن، همه هر کسی برای خودش یک نوع طرفدار داره، یک جور زندگی میکنه. فکر نمیکنم که رقیب باش مثلا به صورت رقیب بخوایم مثلا حساب بکنیم. البته بعضیا غیر از منم، من اینطوری هستم، بعضی حسادت میکنن ولی رقابت نمیکنن. رقیب بودن خیلی خوبه، اگر من بدونم مثلا فلان خواننده یک آهنگی رو خوند قشنگه، منم برم یکی مثل اون مثلا یا به سبک اون یا یه جوری دیگه‌اش بهتر از اون که با دارم میخونم بخونم. خب ولی حسادتش بده، حسادت خوب نیست. رقابت من فکر میکنم که اگر بدونم خواننده در مثل من مثلا 10 تا آهنگ خونده در سال، من باید 11 تا بخونم، چرا که باید همکاری بکنم دیگه با مردم. بله از این جهت. خانم سوسن، بله خانم سوسن، یک مقداری درباره ایران بگید. ایران چی بگم قربون شما، اینقدر شنیدین دیگه من لازم نیست دیگه من بگم. ایران آیا دیگر هنرمندان ما اونجا دارن واقعا به فراموشی سپرده میشن؟ من فکر میکنم بله، فکر میکنم. فکر میکنید چی؟ فکر میکنم که اگر خدای نکرده یک مدت زیاد دیگه اینطور بگذره، کم کم آدم نمیدونم به شما چجوری بگم، بلد نیستم که چطوری بگم، کم کم اصلا خوندن یاد آدم میره. آخه کار ما میدونید یه مقدار زیادش احساسیه دیگه، وقتی یک مقدار زیادتر از اون اذیت بشیم اصلا به کل دیگه فراموش میشه صدا، روحیه. لیکن نتونستن خب بیشتر که هستن که مثلا نمیان، نمیتونن بیان. اگه اونایی که میخوان نمیتونن بیان. بعضی هاشون هم خب یا اگه آقا باشن خب زن و بچه و اینا رو نمیتونن چجوری بیارن، نمیذارن. یا اگه خانم باشه شوهر و زندگی، یا اینکه اونی هم که میخواد بیاد نمیتونه بیاد اینجا خودشو تنها حس بکنه. من خیلی زرنگی کردم که اومدم، من 14 ساعت پیاده راه اومدم، کمتر کسی میتونه بیاد. و اگر مثلا در این حال که داره میاد یه جوری براش پیش بیاد بگیرن دیگه، فکر نمی‌کنم براش. شما موسیقی پاپی که امروز در اینجا متداول شده دوست داری بشنوی؟ بله خب بعضیش خیلی قشنگه، خیلی خوب. موسیقی اصیل ایرانی رو چطور؟ اصلا دوست داری که موسیقی خیلی اون که اصلا تو خون و رگ و ریشه ما هست، ولی خب الان که مثلا به اون صورت اون تو، البته ایرانی خونم اینجا هست که واقعا میخونم، اما به اون صورت که بگم دیگه نه گوش نمیدم. نه آهنگای قشنگی هست و خواننده ها خیلی خوب دارن میخونن، آهنگای خیلی قشنگ همش. آیا فکر میکنید موسیقی ما در آینده پیشرفت خواهد کرد یا متوقف خواهد شد؟ بله وقتی قاطی بشه، یعنی یک خواننده وقتی که الان مثلا فرض میگیریم 2 ماه دیگه هم خواستیم بریم ایران، این آهنگام تو ایران میپسندن، نه اینکه بگم نمیپسندن، و آهنگ ایرانی خودمونم که خب سر جاش هست. صحبت هایی که میشنوید از زبان هنرمند مردمی سوسن هست که 6 سال قبل از ما جدا شد. هنرمندی که سالها بر روی صحنه برای ما شادی آفرید، برای ما خاطره ساز شد و برای ما شد یک اسطوره. واقعا چقدر خوبه که یک هنرمند وقتی که هنرمند مردمی میشه مرامش هم مردمی باشه. درویش مسلکی در بعضی از این صحبت ها ببینید چقدر پهلوانانه صحبت میکنه، با غرور، با اطمینان، چرا که هر کسی وقتی که احساس کنه که مردم پشت او هست، اونجاست که این افتخار، این غرور، این بزرگمنشی رو پیدا میکنه. من چی میگی؟ مردم پشت من هستن، مردم منو حمایت میکنند، اونجا میشه سوسن. در یکی از برنامه‌های ویژه نوروزی که ما داشتیم، خب
من کمتر در مقابل دوربین ظاهر می شدم و دیگر همکارانم در برنامه های ویژه نوروزی برنامه را اجرا می کردن. در یکی از برنامه های ویژه نوروزی که داشتیم، همایون اسدی حضور داشت و خانم هدا که از همکاران بسیار عزیز من هستند، هر جا که هستن انشالله پاینده باشن، با سوسن مصاحبه داشتن و در اون روز پدر و مادر من در استودیو حضور داشتن. دنیای غریبی است نازنین. خانم هدا، من یک کلام خواهش میکنم، اجازه بدین که من بگم. من الان میگن سوسن کمکاره، سوسن دیگه اون اوج نداره، نمیدونم فلان، ولی اون سوسنی که من خودم برای خودم درست کردم و مردم باعث شدن، اون سوسن سر جاش هست. کمکارم نیستم، خیلی هم کار باشه، خیلی هم پرکارم، زرنگم هستم، خیلی هم چون منتهاش اینجا سیستم اینجا با ایران فرق میکنه. خانم مادر اینجا یه وقت میبینی که یه دختر بچه میاد اصلا تو قبول نداره آدمو. آدم کم، من کم نمیارم، من اون سوسنه رو میگم، یه جایی خیلی قشنگ نگرش داشتم، اما احساس حقارت آدم میکنه، میدونید برای چی که من به این دختر مثلا یا این آدمی که هیچی نمیدونه میاد برای من اینجوری میکنه که چی؟ خانم سوسن عزیز، شما نباید احساس حقارت بکنید. من نه، کسی که خودشو میگیره حقیره، از سر حقارتی که خودشو میگیره. سوسن نمیکنه، نمیگه حقارت نداره. سوسن نمیکنه. من یکی سوسن، او یکی سوسن، او یکی سوسن، هم احساس حقارت نکنه. ما همه شما رو دوست داریم. قربون شما، خیلی متشکرم. و بدون که هیچ هنرمندی بدون مردم به جایی نمیتونه، و هنرمند بدون مردم هیچ. خب خانم سوسن، حالا ما برای امشب و برای این برنامه نوروزی، بله، که شما یکی از به اصطلاح سینهای ما هستید. بله، راست میگه. من باید از اول که هفت سینه چیده بوده، من باید اینجا میشه. بله، عکس شما رو بذارید. از اول تا به هر حال برای ما امشب یک عیدی که آوردید. خواهش میکنم. یکی از ترانه های زیباتون رو اجرا میکنید که بینندگان عزیز ما بشنون. عید و باز هم به شما تبریک میگم. اجازه میدین دستتون رو ببوسم؟ قربون شما بشم. خواهش میکنم. مخلص شما هستم. قربونتون برم. زنده باشید. خیلی متشکرم. خاطره خوبی از شما دارم. قربونتون برم. قربون شما برم. خیلی متشکرم. آقای رفیع خیلی تشکر میکنم. بله. از تمام دوستان تشکر. قربونتون برم. از آقای رفیع بزرگ تشکر میکنم که واقعا ایشون یکی از اون آقاها بودن که نهایت زحمت رو برای هنرمندا کشیدن، ولی من متاسفم که چیزی به من ندادن که من حقمو جبران کرده باشم بهشون. والا یه چیزی خدمتتون عرض کنم، ما هممون بر این باور هستیم که آقای عزیز رفیعی پدر سینمای ایران هستن. و بنده که امروز در کنار شما و ایشون نشستم و به اصطلاح صحبت میکنم، واقعا جسارت بزرگیه، ولی خب به هر حال ایشون معلم من هستن و به خصوص افتخار دوستی بسیار خوبی با نادر عزیز دارم. بله. نادر رفیعی که بله، در واقع من میتونم بگم، من چون برادر خواهری ندارم، تنها پسر خانواده هستم، نادر رو برادر خودم میدونم. بله. و آقای عزیز رفیعی رو پدر نازنینم. این است که زنده باشن شما. بله. هم زنده باشید انشالله. پدر و برادر براتون مبارک باشه. شما باز به این نوایی رسیدین، یه پدر مادر پدر و برادر پیدا کردیم. مادر آقای رفیعی ایشون چقدر نازنین خانم. بله بله، ما همیشه همیشه مدیون محبت ها و صفا و صمیمیت ایشون هستیم. ایشون به عنوان خاله قبول کنیم. بله خاله، برای اینکه خیلی نازنین خانم. برای خیلی متشکر اومدید.
بله، صحبت‌های زیبا و شیرین سوسن بود در یک مصاحبه اختصاصی در میدنایت شو در سال 1988، 22 سال قبل، و همچنین در برنامه ویژه نوروزی که در سال 1998 یعنی 12 سال قبل صورت گرفت. و تفاوت صحبت‌ها رو دیدید در برنامه ویژه نوروزی که به اتفاق دیگر همکاران هم نشسته بودن صحبت میکردن. سوسن عزیز گفتن که بعضی ها فکر میکنن که من دیگه رفتم کنار، ولی من هستم، پرکارم، میخونم، تا زمانی هم که زنده باشم میخونم و تا زمانی هم که این قدرت رو داشته باشم که به روی صحنه برم میخونم، چرا که مردم پشتم. و این حمایت مردم بود، اگرچه مردم ما قاضی بسیار ناانصافی هستند، یادتون نره، بسیار بی‌رحم. و به هر حال در بعضی موارد اشتباه میکنند، اما چون قاضی هستند حرف اول و آخر رو میزنند و بی‌رحمانه عمل میکنند. به قول داریوش، مردم قاضی بی‌رحمی هستند. خب، صحبت‌های سوسن عزیز بود با خاطراتش، با آرزوهاش، با دردهایی که در دل داشت و با عشق و امیدی که برای آینده داشت. آنچه که هست، سوسن توانست در موسیقی ما جای بالایی پیدا کند. امروز سوسن در صفحات تاریخ موسیقی ما، چه در داخل و چه در خارج از کشور، شد یک اسطوره‌ای که نام بزرگ و پرآوازه‌ای رو برای خودش برای همیشه به همراه داشته. و اگر از میان ما رفت، اگر در بین ما نیست، اما صدای او، سوز صدای او و ترانه‌های خاطره‌انگیزش برای نسل گذشته ما توانست روزهای شیرین رو برای آینده ساخته باشه. در انتها، آخرین بخش گفتگوی من با سوسن برای شما پخش میشه. روزی که با او به گفتگو نشستم، یعنی در سال 1988، 22 سال قبل، گفتم که من نمیخوام در مقابل دوربین بنشینم با تو مصاحبه کنم، چرا که خودم احساس میکردم که اگر با اون حال و هوا من کرواتی بزنم و بشینم در کنارش با اون مصاحبه کنم، سوسن اون حرفایی که در دلش هست رو نمیتونه بگه. این دید رو از سوسن داشتم و به همین دلیل گفتم که من خودم خواهم بود با دوربین و با هم به گفتگو مینشینیم. و همین ساده بودن صحنه باعث شد که حتی بعد از اینکه مصاحبه ما تموم شد، سوسن در بغل من چند دقیقه گریست و گفت حرفایی زدم که سالها دوست داشتم که بزنم و عجبا که با تو تونستم به زبانم بیارم. و باور کنید، در چند سال قبل از اینکه او از بین ما بره، هر بار که او رو می‌دیدم می‌گفت نادر، صحبت‌هایی که در آن روز گفتم دیگه نتونستم در هیچ مصاحبه‌ای بگم و در هیچ جا عنوان کنم. نمیدونم اون روز تو با من چه کردی، چه حال و هوایی بود که حرفایی که زدم حرفای زندگی من بود، حرفای اول و آخر زندگی. و واقعا هم همین هم شد. سوسن در بسیاری از مصاحبات شرکت کرد،
اما هر آنچه را که اون روز گفت حرف اول و آخر او بود. پاینده و برقرار باشید، با امید به امید ایران نگاه کنید. یعنی فکر میکنید که موسیقی ایرانی در اینجا پیشرفت کرده؟ موسیقی ایرانی پیشرفت نکرده، موسیقی ایرانی هست، اونایی که بعضیا میخونن قاطی کردن دیگه، ایرانی و چه میدونم خارجی رو قاطی کردن، ما شعرهای ایرانیشو گوش میدیم. خانم سوسن، شما الان دارید از پایین یک صحنه صحبت می‌کنید. بله. درسته؟ بله. چه تفاوتی در خودت میدونی و میبینی زمانی که در پایین صحنه هستی و زمانی که به روی صحنه هستی؟ گفتم خدمتتون که من وقتی که روی صحنه هستم، اگر دنیا غم و غصه داشته باشم، اون ساعت یادم میره، چون تمام فکر و ذکرم اینه که بخونم. وقتی که از صحنه میرم پایین، هرچی که اگر ناراحتی داشته باشم دوباره یادم میاد. بس امیدوار هستم که بیشتر رو صحنه باشم. زمانی که در ایران میخوندی، حق شما در بعضی موارد ضایع میشد، درسته؟ کم و بیش. چه کسانی و چه چیزهای عامل یک همچنین چیزهایی بودن؟ یعنی از جهت خوندنم؟ آها، یعنی سعی میکردن که شما نخونید. آها، گفتم که تزریقی من نخوندم، تحمیلی هم نخوندم. از رادیو، تلویزیون، روزنامه، هر چی که من باعث شد که من مشهورتر بشم، خودشون اومدن سراغ من بدونی که یک نفر بره یک توصیه برای من بکنه. هیچ این چیزا نبوده. من اگر کسانی که جلوی فعالیت شما رو می‌خواستن بگیرن، خب یک مقداری مثلا پارتی می‌خواست که من نداشتم، ولی در این صورت باز من موفق بودم، خوب بودم. چه پیامی برای مردم ایران داری؟ اگه یه روزی بشینن نوار شما رو نگاه بکنن، چه پیامی می‌خوای به اونها بدی؟ خواهشم این هست که ما که اینجا هستیم، نه که فکر کنن ما فکر اونا نیستیم. من وقتی میرم توی سوپرمارکت که میرم، باور بکنید اول یاد ایران میفتم، یا این اسباب بازی ها رو میبینم یاد بچه های ایران میفتم. چرا که یکم یه جورایی شده که از یک مقدار زیادی چیزا ما برخوردار نیستیم که اینجا هستیم. به این جهت من آرزو دارم که یک زمان بشه خیلی زود مملکتمون هر جور که خدا صلاحشه صلح و صفا بشه، که ما بتونیم راحت بریم مملکتمون، یا خواستیم بریم بیایم، هر جوری که خدا بخواد. یعنی هر طور صلاح خدایه باید اونطور باشه. در صورت از این که در برنامه ما شرکت کردید متشکرم. امیدوارم که همیشه خیلی ممنون. پاینده رو خیلی متشکرم. از شما متشکرم. ممنون. مرسی. نه یه تیکه همینطور تو دوربین رو نگاه کن، برای آخر برنامه میخوام منو نگاه کن حرف بزن اینجوری. بس بزن. آره حرف بزن.